بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسین عزیز و گرامی، از سلام مجدد دارم خدمت شما همه گرامیان. به ادامه بحثی که در حوزه خاورمیانه مطرح کردیم در ساعت گذشته و مطرح ساختیم که چگونه معادلات پس از جنگ سرد در خاورمیانه رقم خورد و چگونه ایالات متحده آمریکا تانست که با وجود آمدن بحران کویت در زمان جورج بوش پدر نیرو بفرسته و جهان بسیج بکنه بر علیه عراق. در حقیقت یک جنبه تلاش های ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با تجاوز عراق به کویت بود. بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد و فلسفه وجودی ایجاد سازمان ملل متحد. اما جنبه دیگر فشارهای ایالات متحده آمریکا بر کشورهای جهان و سازمان ملل متحد به خاطر یک اقدام دسجمی بر علیه عراق، بحث حضور ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه به شکل فعالانه بود و از جهت دیگر ایالات متحده آمریکا همچنان که ما در جلسات پیشتر گفتیم که خود ویراستار جهان امروزی می دانست و به اصطلاح سردمدار اعمال قدرت در جهان و همچنان به عنوان یک نظام تکبودکی تصور می کرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از برکت سیاست ها و استراتژی های ایالات متحده آمریکا بوده و ایالات متحده آمریکا حق داره در سطح جهانی در هر منطقه از جهان که بخواه اقدامات نظامی و اقدامات اقتصادی سیاسی داشته باشه. به او جهت ایالات متحده آمریکا حضور خود در خاورمیانه با حمله عراق به کویت تثبیت کرد و عملا باعث شد که در منطقه حضور داشته باشه. و ما چند دلیلی که ما در جلسات پیش مطرح ساختیم که استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا در قبال جهان چی بود. اما پس از ای که جورج بوش پدر اعلان کرد که جنگ ائتلاف بر علیه عراق خاتمه پیدا کرده و کویت آزاد شده، اقدامات برای حل دائمی ای اختلافات و اختلافات عرب و اسرائیل آغاز شد که یکی از پیامدهای جنگ خلیج فارس امکانات دستیابی برای حل منازعه عرب و اسرائیل بود. عرب و اسرائیلی که دهها با هم دیگر جنگیده بودند و ایالات متحده آمریکا از اسرائیل در قبال کشورهای عربی حمایت میکرد و حتی در اتحاد واقعی که بین معمر القذافی از لیبی، بحث حافظ اسد از سوریه و جمال عبدالناصر از مصر هم اتفاق افتاد که به نام جنگ عرب و اسرائیل هم مشهور ایالات متحده آمریکا از اسرائیل به اصطلاح حمایت کرده بود تا این بود که عرب در اون جنگ شکست خوردن. پس جنگ خلیج فارس یکی از پیامدها از این بود که تا باشه در مقابل تنش‌هایی که در منطقه خاورمیانه بین اسرائیل و عراق وجود داره اینا کم بشه و باعث بشه که یک صلح بین عراق و اسرائیل وجود بیاد. نکته دومی که مهمه در اینجا مطرح بسازیم این بود که با حمله عراق به کویت، عراق باعث شد که بیشترین حامیان خود در سطح نظام بین‌الملل و در سطح منطقه از دست بده، چرا که ایالات متحده آمریکا تبلیغات بسیار زیاد فراوانی کرده بود و از طرف دیگه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه عراق قطعنامه صادر کرد و این به اصطلاح نشان داد که اقدامی که عراق بر علیه کویت انجام داده اقدام خلاف اصول و موازین بین المللی بوده و عملا بر اساس منشور سازمان ملل متحد که فقره هفتم ماده دوم منشور، تمام کشورها به شمول سازمان ملل متحد از مداخله به امور داخلی کشورها مانع میشه و عراق با این عمل کرد خود در حقیقت استقلال داخلی و حاکمیت یک کشور زیر سوال بود و عملا تجاوز با حاکمیت زود که مطابق به قواعد و کنوانسیون های بین المللی
عمل متجاوزکارانه شناخته میشه و سازمان ملل متحد حق داره بر اساس منشور و بر اساس مصوبه ای که کشورها با هم دیگر به امضا رسانن در اکتبر 1945 در کنفرانس سان فرانسیسکو بنان او محکوم شناخته شد و می خاطرم اکثریت حامیان خود خود از دست داد. ایالات متحده آمریکا پس از به اصطلاح فروکش کردن جنگ خلیج فارس تمام تلاش های خود و کار انداخت تا شگاف بین اسرائیل و عراق و اسرائیل و فلسطین پر کنه. آمریکایی ها تلاش کردند تا بتونند که از این موقعیت استفاده بکنند و برای دوست استراتژیک خود که اسرائیل بود وضعیتی ایجاد بکنن و موقعیتی رو به وجود بیارن تا دیگر اسرائیل همچنان به جنگی که سالها و دهها طول کشیده سر دوچار نباشه. اما ای که ایالات متحده آمریکا به موفقیت نرسید دلایل مختلفی وجود داره که تا امروز هم اولا میبینیم که بین اسرائیل و فلسطین هیچ نوع توافقنامه‌ای که طرفین دولت طرفین رو به رسمیت بشناسن وجود نداره. بحث دیگری که مطرح شد این بود که در طول 4 ماه بیکر از جمله دیپلمات ها و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سفرهای متعددی که برای کنفرانس بین المللی برای حل مسائل خاورمیانه انجام داد تا این کنفرانس رو بتونه ایجاد بکنه و عملا این کشورها دور هم دیگر جمع بشن. کنفرانس صلح خاورمیانه در 30 اکتبر 1991 در مادرید گشایش یافت. پس از مدت کوتاهی باعث شد که مذاکرات رو در رو در واشنگتن آغاز بشه و تلاش کنن که مذاکرات منتج به این بشه که تا یک سری اقدامات روی دست بگیرن تا اختلافات بتونه در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه و عملا طرفین به یک توافق دست پیدا کنن. بحث دیگه بود که این مذاکرات بین عراق و اسرائیل، بین فلسطین و اسرائیل شروع شد، اما تا سال 1992 که در اسرائیل انتخابات برگزار شد هیچ حاصلی این مذاکرات نداشت، چرا که کاندیدایی که در انتخابات به اصطلاح اسرائیل شرکت کرده بودن همه آنها تلاش میکردن تا مردم اسرائیل به خود داشته باشن و از امتیازاتی که باعث بشه مردم اسرائیل خشمگین بشن یا رأی ندن برای از اونها برای فلسطینیان و عرب جلوگیری کنن و از طرف دیگه نمیخواستن این جنگ هم همچنان شعله‌ور باشه، چرا که تعداد زیادی از مردم اسرائیل هم مخالف این جنگ هستند که سالهای اندر سال بین اسرائیل و عرب یا اسرائیل و فلسطین وجود داره. به وجه تا زمانی که به اصطلاح انتخابات اسرائیل هم برگزار نشد نتیجه ملموسی نداشت و نتیجه که قابل به اصطلاح دید باشه و قابل اجرا باشه توافق بین اسی طرفین به وجود نماد که هرچند ایالات متحده آمریکا تلاش های خود خور مضاعف کرد برای رسیدن به یک صلح بین از این کشورها. نکته ای که در اینجا مهمه که ما او رو پیگیری کنیم اینه که مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط آمریکا در خاورمیانه چی بوده پس از جنگ هستند. ما باید جستجو بکنیم که در خاورمیانه چی کارهای ایالات متحده آمریکا انجام داد که منتج به نتیجه شده یا منتج به این شده که تنش‌ها در حوزه خاورمیانه کاهش بده و یا این تنش‌ها به اصطلاح کم بشه تا اینکه ملت‌های سرزمین‌ها در خاورمیانه بتونن به شکل مسالمت‌آمیز از زندگی بکنن و یا هم اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه در خاورمیانه منافع خود خور به دست بیاره. یکی از مواردی که به اصطلاح در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه وجود داشت استفاده از سیاست مهار دو جانبه در خصوص رفتار آمریکا با ایران و عراق در دولت کلینتون بود. زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد از در حوزه خاورمیانه دو تا قدرت وجود داشت که عملا دشمن ایالات متحده آمریکا بودن، یکی ایران و یکی هم عراق.
عراق به دلیل از اینکه به کویت حمله کرده بود و پیمان هایی که به ایالات متحده آمریکا قرار بود به امضا برسانه وحش نگذاشته بود و ایران هم در اونجا انقلاب شده بود و یک حکومت اسلامی پا برچا شده بود. ایالات متحده آمریکا در اینجا سیاست دو جانبه به چی معنا پیاده ساخت؟ او از این جهت بود که ایران هم به عنوان دشمن ایالات متحده آمریکا شناخته میشد و عراق هم به عنوان دشمن ایالات متحده آمریکا شناخته میشد و از جهت دیگه ایران و عراق هم با هم دیگر مشکلات دیری نداشتند و باعث شده بود که یک جنگ تمام عیار هم بین از این کشورها به وقوع پیونده. به این جهت بود که آقای بین کلینتون آماد سیاست دو جانبه در قبال از این کشورها ایجاد کرد و ایفا کرد و نشان از این بود که هرچی وضعیت تیره تر به این از این کشور بشه منافع ایالات متحده آمریکا تأمین میشه و به این معنا که هرچی یا ایران و عراق با هم دیگر بیشتر در بنزا و پردازن قدرت از اینا کاهش پیدا میکنه و انرژی از اینا سر مسائل منطقوی و مسائل مرزی مصرف میشه و ایالات متحده آمریکا میتونه در کلیت خاورمیانه نقش تعیین کننده ای داشته باشه. که خواستگاه چنین سیاستی که توسط بیل کلینتون رئیس جمهور وقتی ایالات متحده آمریکا مطرح شده بود در کتاب فراسوی صلح نوشته نیکسون میتونیم خوبسه ای او جستجو بکنیم و پیدا بکنیم که چگونه ایالات متحده آمریکا سیاست دو جانبه خود در خاورمیانه پیاده کرد. و در این کتاب من توصیه میکنم همه شما عزیزانه که کتاب فراسوی صلح مطالعه بکنیم، هرچند این کتاب شما متوجه تاریخی از ایالات متحده آمریکا میشیم، ولی نکته که قابل اهمیت در این کتاب اینه که در این کتاب آقای نیکسون به وضاحت سیاست ها و استراتژی های ایالات متحده آمریکا در آینده هم مورد بررسی قرار داده و از فوایی آنچه که در این کتاب وجود داره نشان میده که ایالات متحده آمریکا امروز سیاست هایی که در حوزه افغانستان، پاکستان، حوزه خاورمیانه و در قبال ایران، ترکیه، سوریه، فلسطین، بحرین، یمن و کشورهای دیگر انجام میده نشان از همو استراتژی که در ایالات متحده آمریکا توسط نخبگان اجرایی ایالات متحده آمریکا تدوین شده بود و توسط به اصطلاح دستگاه اجرایی قوه مجریه ایالات متحده آمریکا عملا قابلیت تطبیق داره و در سطح جهان امروز تطبیق میشه. نکته بعدی که مطرح بود این بود که ایالات متحده آمریکا ایران به عنوان تهدیدی برای منافع خود خودش مورد، چرا که حکومت رضا شاه که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا بود توسط به اصطلاح گروه های اسلامی در ایران ساقط شده بود و عملا حکومت اسلامی به رهبری خمینی در ایران به وجود آمده بود که عملا قانون اساسی دوره شاه تغییر داده شد و دیپلمات های آمریکا در ایران کشته شد و این حادثه منتج به این شد که ایالات متحده آمریکا در سطح بین المللی بر علیه ایران اقدامات انجام بده و ایران به عنوان یک تهدید برای منافع خود خو بشماره که البته این اختلافات تا امروز هم همچنان بین ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داره که تقریبا میشه گفت که ایالات متحده آمریکا از همه ابزارها بر علیه ایران استفاده کرده به استثنای عمله نظامی که در طول سالهای متمادی ایران مورد تحریم ها قرار گرفته، چون ایران به عنوان یک تهدید بالقوه و بالفعل برای منافع ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه و سطح جهان شناخته میشه. نکته که دیگری که در اینجا بسیار زیاد مهمه اینه که با اختلافی که ایالات متحده آمریکا با ایران و عراق داشت و ایران و عراق به عنوان تهدید برای منافع خود خومش مرد، در قبال سیاست های این دو کشور که در مقابل هم دیگر انجام میدادن ایالات متحده آمریکا در حالت سیاست مهار پیگیری میکرد و در حالت سیاست انزوا، یعنی ایالات متحده آمریکا به اصطلاح خیلی علاقمند به این بود که در امور جنگی و در امور اختلافی و در امور تضادهای بین این دو کشور مداخله داشته باشه و یا اقداماتی انجام بده تا این اختلافات در بین از کشورها کاهش پیدا کنه. بنان ایالات متحده آمریکا تصور میکرد که هر چند اختلافات بین از کشورها زیادتر بشه منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه تامین میشه.
آقای بین کلینتون معتقد بود که با ایجاد مشکل در داخل کشورهای مثل ایران و عراق جلوگیری از ایجاد مشکل توسط کشورها در بیرون میشه و هرچی که اختلافات زیادتر بین از کشور به وجود بیایه، اما شغلی که بیشتر به شما گفتم اینا باعث میشه که انرژی خود در اختلافات مرزی و در اختلافات منطقوی و نیروی خود در اختلافات مرزی و اختلافات منطقوی مصرف بکنن و این مجال برای از کشورها نداره تا کشورها بتونن که در بیرون از مرزهای خود برای کشورهای دیگر به شمول ایالات متحده آمریکا مشکل ایجاد کنن. برخی هم بدی باورن که پایه‌های سیاست در مورد ایران از زمان جیمی کارتر شکل گرفت، یعنی زمانی که جیمی کارتر در رأس قدرت بود و این سیاست در مقابل ایران در پیش گرفت. دلیل دیگر اتخاذ استراتژی دیگرگونی در افتر دولت ایران بود. دولت ایران به عنوان یک سیاست مستقل و یک سیاست استراتژی مدون و یک استراتژی به اصطلاح که ایالات متحده آمریکا درک بکنه که همچنان بر او تاکید داره به پیش نگرفت و عملا یک سیاست به اصطلاح دو پهلوی به پیش برده می شد تا ای که نتیجه برای ایالات متحده آمریکا در پی نداشت. این بود که ایالات متحده آمریکا هم آماد ای چنین یک سیاست تطبیق کرد. در زمان دولت کلینتون دولت مهار دولت ایران از دو طریق پیریزی شد، یکی از طریق اقتصادی و یکی از طریق نظامی. از طریق اقتصادی به این معنا که ایالات متحده آمریکا انواعی از تحریم‌ها بر ایران اعمال کرد که شامل تحریم‌های اقتصادی مشمول ادارات دولتی ایران، ادارات اقتصادی ایران، شرکت‌های وابسته به صفای ایران، شرکت‌هایی که وابسته به اشخاصی که به دولت نزدیکند، شرکت‌هایی که به اصطلاح منافع دولتی ایران تامین می‌کنند و شرکت‌های بین‌المللی وادار به ساخت ارتباطات خود از لحاظ اقتصادی با ایران قطع بکنند که ایران مورد تحریم اقتصادی قرار دارد و عملاً تمام تبادلات اقتصادی ایران با جهان قطع کرد و پولایی که ایران در کشورهای و در بانک‌های مختلف داشت همه رو به حالت راکت در آورد و این نشان از این بود که ایالات متحده آمریکا به لحاظ اقتصادی ایران مار می‌کنه. از لحاظ نظامی هم ایالات متحده آمریکا تحریم‌های نظامی بر ایران وضع کرد. ایران تسلیحات نظامی از کشورهای مختلف خریداری کردن نمی‌تونه و کشتی‌های جنگی ایالات ایران در آب‌ها اگر به نیروهای آمریکایی بر بخورن بازداشت میشن و اینا از موارد نظامی بود که ایران مورد تحریم قرار داد و به ایران اجازه نداد که تا سلاح هسته‌ای داشته باشه. بحث دیگر تشکیل حکومت خودگردان فلسطین بود که تلاش‌های زیادی صورت گرفت ولی انتخاب به نتیجه نرسید. در تابستان 1993 اسحاق رابین صدر اعظم اسرائیل همراه یاسر عرفات رهبر خودگردان فلسطین در ویلای در نروژ دیدار کردند تا بتوانند اختلافات خود را حل کنند. دو طرف توافق کردند که نیروهای اسرائیلی در ظرف 5 سال از نوار غزه و ساحل غربی رود اردن خارج شوند و یک حکومت خودگردان خودمختار فلسطینی به رهبری عرفات در نواحی مذکور شکل بگیرد. اما این اقدامات همچنان به پیش رفت و باعث شد که امریکا خواسته شد تا به اقدامات آنها سهه بگذاره. در سپتامبر 1993 رابین و عرفات در کاخ سفید دیدار کردند تا بتونند که به یک توافق نامه نزدیک بشن. اما اتفاقی که در این جریان صورت گرفت بود که هم تندروهای یهودی در اسرائیل و هم تندروهای مثلا فلسطینی در فلسطین مخالف این به اصطلاح مذاکرات صلح بین رابین و عرفات بودند. همین بود که خود رهبر اسرائیل رابین به دست یک جوان 20 ساله اسرائیلی به قدرت به قتل رسید و باعث شد که پس از کشته شدن رابین شخصی که به اصطلاح تندرو بود و از طرف گروه های مذهبی یهودی هم در اسرائیل و هم در ایالات متحده آمریکا حمایت میشد به نام نتانیاهو به قدرت برسه و باعث شد که امی روند صلح که بین رابین و عرفات آغاز شده بود کند بشه و نتانیاهو بیشتر به جای از اینکه به پروسه صلح باور داشته باشه و پروسه جنگ و پروسه گسترش نیروهای اسرائیلی به خاک
فلسطین و گذشتن از نوار غزه و بعد گرفتن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل مطرح شد که باعث شد شعله های جنگ در بین اسرائیل و فلسطین شعله ورتر بشه و باعث بشه که اختلافات همچنان تا به امروز بین از این کشورها جریان داشته باشه و کشورها نتونن به یک توافق و یک رای حل اصولی به منطقی که دو دولت مستقل تشکیل بشه دست پیدا بکنه.